خلاصه مقاله 68 فدرالیست رو ادامه میدیم و میبینیم که این بهبه و چهچهی که آقای همیلتون میکنه الان چه سرصدایی را انداخت و کلی مردم، بیشتر مردم ناراضی هن از این برنامه الکترال کالج. ولی قانون اساسی آمریکا طوری نوشته شده، چند تا ویدیو قبلی بهتون گفتم، که بایستین متممی که اضافه میشه در 3/4 ایالات مختلف قبولش بکنن. و تو تخته بهتون نشون دادم که 14 ایالت کم جمعیت آمریکا 14 تاشونم زیر 2 میلیون جمعیت دارن. خب 8 بین 2 تا 1 میلیون جمعیتشونه، 6 بین 1 میلیون تا 0.5 میلیون. همین 14 ایالت میتونن جلوی اضافه شدن یه متمم قانون اساسی رو بگیرن. برای مثال، فرمولای آدم میتونه تورای دیگه این مسئله رو صحبت بکنه راجبش. به خاطر اون این متمم اضافه کردن خیلی مشکله و ایالت ها میبینن بعضی هاشون که به نفعشون نیستش که این الکترال کالج رو از توی قانون اساسی وردارن. خب چون میبینن که با این بودن الکترال کالج یه ابهتی دارن. الان مثلا یه مثال مهم براتون بزنم، مثالی که ایالت کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت آمریکاست، ولی چون الان طوریه که برای رئیس جمهوری، برای انتخابات رئیس جمهوری بیشتر مردم به دموکرات‌ها رأی میدن و همه میدونن که اون ایالت رو کی میبره، چون یادتون باشه الکترال کالج برای بیشتر ایالت های آمریکایی اینجوریه که هر کی 50% رأی به علاوه یه نفر رو گرفت، تمام الکترال ووتش اون ایالت رو میبره. خب دموکرات ها میدونن که نزدیک 3-4-5 میلیون بیشتر طرفدار توی کالیفرنیا دارن تا ریپابلیکن ها. ریپابلیکن ها میدونن میبازن توی کالیفرنیا. دموکرات ها میدونن میبرن. رون حساب تمام این کاندیدای برای رئیس جمهوری اصلا ایالت کالیفرنیا رو برای انتخابات تحویل نمیگیرن. میگن خب ما که میباریم یا ما که میبازیم در هر حال. خب میرن اونجا دوستا سخنرانی میکنن، ولی به قول خودشون کمپین نمیکنن. نمیرن اونجا بگن آقا دردت چیه، من به تو گوش میدم. این الان شده سیستمی که بهش میگن battle ground states، ایالت هایی که صحنه نبردن. یعنی چی؟ یعنی راحت میتونن دموکرات ها ببرن با 50,000 تا رای یا ریپابلیکن ها ببرن با 50,000 تا رای. اون حساب تمام این کاندیدا میرن وقتشون اونجا میذارن. خب الان همین سیستمی که آقای ترامپ برد همین بود دیگه. برنامه رو طوری چیدن که اون چند تا ایالت battle ground state، خانم کلینتون که پنچر شد و این کمپینش یه ذره تنبل شد و اینا رفتن اونجا اون روزای آخر فعالیت کردن و اون ایالت ها رو رأی الکترالشون رو بردن. این خیلی مهمه. شما میشینید بعدن راجع به طرحی میخواید بریزید برای این سیستم فدرال جهان، اینو فراموش نکنید. این برنامه ها رو اولا متمم قانون اساسی رو فرمولش رو چجوری بریزیم که بشه راحت تر اضافه کرد و مثلا 10% مردم دنیا جلوی این راه رو نگیرن، یا این سیستمی شبیه الکترال کالج اگه وقتی آدم تصمیم گرفت با این سیستم جلو بره، یه متمم کوچولی بنده A و B و C براش بذاره که بتونن یه چاره برای علاجی برای این دردی که الان مثلا آمریکا داره براش پیدا بکنن.
اینا خیلی مهمه، راجبش فکر بکنید و دیگه میشینید قشنگ تاریخ آمریکا رو میتونید بخونید، تاریخ انتخابات رو ببینید چرا سیستم اینجوریه. مثلا خیلی وقتا میشه که اونی که با الکترال کالج میبره، حتی با رأی مردم میبره، با رأی عامه، با پاپولار ووت، میبینید مثلا 40% رأی کشور رو گرفته. خب مثلا 43%. اونی که نفر دومه 41% گرفته، و یکی دو نفر هم این گوشه کنار که در انتخابات شرکت کردن باقی رأی رو گرفتن. آیا کسی که مثلا 43% رأی مردم رو بگیره، آیا اون باید بشه رئیس جمهور یا سیستم دیگه ای باید جاش بذاریم؟ اینا پس این مقاله به خاطر اینکه این مسائل رو غیر مستقیم، با اینکه داره تعریف میکنه، ولی تعریف میکنه که به خاطر اینی که سیستمی بود که مجبور بودن به این نتیجه برسن. خب به خاطر بردهداری و چیزهای دیگه که با بردهداری میاد. خب مثلا تنها بردهداری نیست، میگم مثلا چجوری گفتم توی کنوانسیون به محض اینکه تعداد سناتورهای ایالت‌های کم جمعیت و پر جمعیت یکی شد، یه دفعه اینا تصمیم گرفتن که مدیسون مثلا رئیس جمهور رو قدرت چیز رو ببره بالاتر. هم همینجوره، مثلا به محض این که یه چیزی رو اضافه کردن، مجبور شدن یه چیزهای دیگه رو یا کم بکنن یا اضافه بکنن. حساب اینا رو قشنگ نگاه بکنید، فرمولش دستتون باشه و بر حسب همین قضیه هم حساب بکنید که با این داستان battleground states، خب این کاندیدا ها میرن توی 5 تا 7 ایالت چپ و راست سر میزنن و 80-85% مردم آمریکا میشینن و میگن اینا اصلا سر وقت ما نمیان، چون میدونن اینجا یا میبرن یا میبازن دیگه با این سیستم الکترال کالج که تمام رأی ها در 48 ایالت میره به کسی که 50% به علاوه یه نفر رأی آورده. میگه این درسته. بعد یه چیز دیگه که خیلی مهمه، اگر با این الکترال ووت رأیشون مساوی بشه، خب این میره توی مجلس نمایندگان و الان مثلا این 50 ایالت هر کدومشون یه رأی دارن، چه برسه به ایالت مثلا کالیفرنیا و تگزاس که پر جمعیت ترین ایالت های آمریکان، چه برسه به ایالت های مثلا شبیه وایومینگ و وست ویرجینیا و تمام ایالت هایی که نشونتون دادم، اون 14 ایالت. اینا یه رأی دارن، یعنی مساوی رأیشون. این سیستم درسته؟ این خیلی خیلی مهمه راجع به این مسئله فکر بکنید و تأمل بکنید برای سیستم بعدی، برای این طرحی که میخواییم بعدم بریزیم برای اتحاد دنیا. بعد یه چیز دیگه هم هستش که یه تعریف اینجا میکنه همیلتون، میگه این الکتورهای کالجای الکتورهای ایالتهای مختلف در جاهای مختلف در ایالتهای خودشون میشینن قشنگ عاقلانه راجبه بهترین کاندید برای رئیس جمهوری کیه و اینا، بعد دور هم جمع میشن. الان یه مقداری سیستم به هم خورده با این انتخابات ملی، با این رادیو تلویزیون و الان دیگه سوشال میدیا و اینا، اصلا کمپلت این فرمول به هم خورده چندین و چند ساله. اینا نمیرن بشینن یه جایی الکترای ایالت دور هم دیگه بشینن و فکر این برنامه ها رو بکنن. اصلا پا میشن میرن کنوانسیون ناسیونال ملی، اونجا نمیدونم راجع به برنامه هاشون صحبت میکنن. خلاصه فرمول عوض شده. خب یک مقداری از این طرحی که همیلتون و مدیسون و اینا تو این قانون اساسی دادن، فرمول قرار این بود که این الکترا، اینایی که رئیس جمهور رو قرار انتخاب بکنن، توی ایالت خودشون بشینن دور هم دیگه قشنگ صحبت بکنن و توی ایالت‌های مختلف هم اتفاق بیفته که رو هم دیگه زیاد روی نظر هم دیگه زیاد اثر نذارن.
تأثیر نذارن. خب الان سیستم عوض شده. خلاصه این چیزاییه که شما باید باهاش حسابی راجبش فکر بکنید، پنجه نرم بکنید و امیدوارم که در حال موفق باشید و بشید. یادتون نره این زبان مشترک مهمه. بعد خوش باشید دیگه. منم دارم ویدیو اینا میذارم برای فراگیری این زبان مشترک، یه مقداری که را بندازم. یه مشکلی که من الان دارم اینه که راحت میتونم کلی این زبان رو درس بدم، ولی میدونم این کارو بکنم که همه جوانبش رو درس بدم، الان کلی صدها هزار نفر تو ایران دارن از راه تدریس پول در میارن، نمیتونم نون اونا رو خشک بکنم. ولی از طرف دیگه وظیفه‌ام میدونم که موظفم که کاری بکنم که اونایی که وضع مالیشون خوب نیست حداقل اونا عقب نیفتن. از طرف دیگه کسایی هم که کلاس میرن حداقل یه مقداری ترجمه چه به تلفظ یه ذره صحیح‌تر رو یاد بگیرن. پس با اجازه خوش باشید.